او قبل از این وزیر خارجه بود. دکانداران بازار زنانه در کندهار علیه ریاست امر به معروف تظاهرات برپا کردند. مقوله طالبان با مردم: وقت مردم با سیاست آشنا شوند، اجازه فعالیت احزاب داده خواهد شد. قیمت گاز در اروپا به سطح بی پیشینه افزایش یافته است و همه مردم به خیابان ها برآمدند. سلام و سرویس اطلاعاتی اینفو تیوی خوش آمدید. لطفاً چنل را سابسکرایب کنید. هواپیماهای بدون سرنشین بر فراز شهر غزنی دیده شده است. هشت صبح غزنی. منابع محلی در غزنی میگویند که یک پرونده هواپیماهای بدون سرنشین از چاشت امروز تا کنون بر فراز شهر غزنی و ولسوالی دهیک این ولایت دیده شده است. منابع امروز میگویند که یک هواپیماهای بدون سرنشین روز گذشته نیز در همین ساحات برای مدت چندین ساعت دیده شده است. گفتنی است که گشتنی هواپیماهای بدون سرنشین در غزنی پیشینه نیز دارد. در حدود یک ماه پیش نیز اهدافی را در ولسوالی اندر این ولایت هدف قرار داده بود. این در حالی است که سخنگوی طالبان نیز گشتنی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در فضای افغانستان را تایید کرده و در آخرین مورد ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان پاکستان را همکار آمریکا در آمدن هواپیماهای بدون سرنشین در فضای کشور دانسته است. خبر بعدی: لستراس نخست وزیر بریتانیا شد. او کیست؟ رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که لستراس، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، در رأی‌گیری درون حزبی حزب محافظه‌کار برنده و به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شده است. تراس امروز در رأی‌گیری اعضای حزب محافظه‌کار توانست با به دست آوردن 81,326 رأی نخست وزیر بریتانیا شود. از سوی دیگر رقیب او ریشی سوناک نیز 60,399 رأی به دست آورده است. گفتنی است که خانم تراس در یک قدمی رقابت 6 هفته‌ای با ریشی سوناک توانست او را شکست دهد و به کرسی نخست وزیری بریتانیا برسد. لستراس در حال جانشین بوریس جانسون نخست وزیر پیشین بریتانیا شده است که این کشور با موجی از چالش‌های اقتصادی روبرو است. خبر بعدی: دکانداران بازار زنانه در قندهار علیه ریاست امر به معروف این ولایت تظاهرات برپا کرده‌اند. منابع محلی میگویند که دکانداران بازار زنانه کوچه رنگریزان شهر قندهار علیه دستور ریاست امر به معروف این ولایت اعتراض کردند. این فروشندگان پس از ظهر امروز دکانهایشان را بستند و تظاهرات کردند. این دکانداران پس از آن اعتراض کردند که چندین تن از آنان توسط اداره امر به معروف طالبان دستگیر شدند. این در حالی است که چند پیش به فروشندگان این محل از سوی این ریاست دستور داده شده بود که زنان را اجازه ورود به دکانها ندهند. اما دکانداران میگویند که اگر زنان را اجازه ندهند، آنان نمیتوانند اجناسشان را به فروش برسانند. اداره محلی طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. گفتنی است که چند پیش نیز طالبان با تاکسیران‌ها و رکشاوان‌ها گفته بودند که زنان بدون محرم را سوار نکنند. خبر بعدی: طالبان تازه گفتند که وقت مردم با سیاست آشنا شوند، اجازه فعالیت احزاب داده خواهد شد. وزارت عدلیه طالبان میگوید که در حال حاضر جغرافیا و اعضای سیاسی افغانستان برای فعالیت احزاب سیاسی آماده نیست و ثابت شده است که احزاب عامل کشمکش ها و بدبختی ها بوده است. این وزارت امروز در خبرنامه گفته است که تا زمانی که زمینه فعالیت ها برای احزاب سیاسی فراهم شود و مردم با سیاست آشنا گردند و احزاب سیاسی نیز مسئولیت واقعی خود را درک کنند، این امکان وجود دارد که اجازه فعالیت برای احزاب داده شود. در خبرنامه آمده است که سخنان روز گذشته مقام‌های این وزارت درباره فعالیت احزاب سیاسی و قانون اساسی اشتباه درک شده است و هدفشان این بوده است که به قانون اساسی نیازی نیست. عبدالکریم حیدر، معاون وزارت عدلیه طالبان، روز گذشته در یک نشست خبری گفته بود که افغانستان ضرورت به قانون اساسی ندارد و مشکلات مردم در کشور بر بنیاد فقه حنفی حل می شود. خبرنامه تاکید کرده است که وجود قانون اساسی نیاز مبرم است و از گذشته ها قانون اساسی که منابع آن قرآن، حدیث و با ویژه فقه حنفی می باشد وجود داشته است.
با گفته وزارت عدلیه طالبان کار روی قانون اساسیه که مسائل ریز و درشت زندگی را در بر میگیرد، جهان به آن راضی شود آغاز شده است و چندین کمیته روی آن کار میکنند. این در حالی هست که پیش از این ملاحظه باطل آخوندزاده رهبر طالبان گفته بود که قانون اساسی کنار گذاشته شود و احکام شریعت تطبیق شود. یک برادر. خبر بعدی، قیمت گاز طبیعی در اروپا 26% افزایش یافته است. بر بنیاد گزارش ها، قیمت گاز طبیعی در قراردادهای پس از ماه اکتبر در مقایسه با آخرین معاملات در هفته گذشته 26% افزایش یافته است. رسانه های بین المللی گزارش دادند که قراردادهای گاز طبیعی برای معاملات آتی در ماه اکتبر در مرکز تجارت مجازی گاز طبیعی TTF هلند هر مگاوات در ساعت به ارزش 270.23 یورو معامله شده است. گفتنی است که معاملات این قراردادها امروز با قیمت 214.66 یورو در هر مگاوات در ساعت به پایان رسیده است. این در حالی است که پیش از این شرکت انرژی گازپروم روسیه از توقف انتقال گاز طبیعی از طریق خط لوله گاز جریان شمالی یک به اروپا خبر داده بود که با نام نورد استریم 1 به حساب می‌آید. سیاستمداران اروپایی هفته ها می شود که سرگرم آماده سازی تدابیر در برابر احتمال توقف کامل عرضه گاز روسیه هستند و اکنون به سوی اجرای تدابیر فوق پیش می روند.